شاگردای عزیز سلام، امید است که روزهای خوشی داشته باشین و با امید موفقیت و پیروزی های هرچه بیشتر شما در هم عرصه ها مخصوصا در سی تعلیم و تربیت از خداوند متعال میخواییم. با امید پیروزی های شما درس امروز خود شروع میکنیم. خب، صنف هفتم هستیم، مضمونی که درس میخواییم کیمیاست و موضوع درس ما تعامل سدیم با کلورین می باشد. از شاگردان توقع می رود که در پایان تدریس به اهداف ذیل نائل گردند. یک، این را بدانند که سدیم با کلورین تعامل نموده و نمک تعام را تشکیل می دهد. شما باید بفهمید داخل درس که سدیم زمانی که با کلورین تعامل می کند نمک تعام حتما تشکیل می دهد. دوم، معادله تعامل سدیم را با کلورین توزین نموده بتوانند. هدف دو مایی می باشد که معادله تعامل سدیم با کلورین نوشته می گیرین و بعدا این را توزین می گیرین. سوم، درک نمایند که سدیم و کلورین تعامل نموده و نمک تعام را که یک ماده حیاتی است تشکیل می دهند. باید شما بفهمین، باید درک کنین زمانی که سدیم با کلورین تعامل می کنه نمک می سازه که او نمک ما و شما بنامه نمک تعام یا سدیم کلوراید یاد می کنیم و این یک ماده حیاتی می باشه و بدون از این امکان زندگی نمی ره. شما بگین که در درس قبلی کدام موضوع را روش کار کردین یا خواندین. بسیار خوب، همیتان می فهمین، دستای همیتان بلند، نام خدا. چی بود؟ توزین معادله نیتروژن با هیدروژن بود. نام خدا، نام خدا. خب، امی تعامل نیتروژن با هیدروژن، قسمی که شما دیدین ما در چند مرحله توزین کردیم؟ در سه مرحله. بسیار خوب، مرحله مرحله یا استپ بای استپ پیش رفتیم و بالاخره معادله را توزین کردیم و مواد تعامل کننده را مساوی با مواد حاصل ساختیم، یا مواد اولیه را تعداد اتم هایش را مساوی با تعداد اتم های مواد حاصله یا مسئول تعامل ساختیم. بسیار خوب، نام خدا. پیش از اینکه من درس آغاز کنم، من یک سوال از شما پرسان میکنم. شما گفتم میدانید که نمک تعام از کدام عناصر ترکیب شده یا ساخته شده؟ بسیار خوب، آفرین، نام خدا. همه گیز سا بلند است. شکیبا جان چی میگه؟ خب، بسیار خوب، میگه نمک تعام متشکل از اتم های سدیم و کلورین میباشه. بسیار خوب، نام خدا. همیتان آیا همی گپ میزنین؟ بله، بسیار خوب. خب، این حاله شاگردهای عزیز، بروی این همی موضوع ما یک چارتی که تهیه کردیم بالای تخته بند میکنیم و تعامل سدیم با کلورین میبینیم که سدیم با کلورین به چه شکل تعامل میکنه، کدام مرکب میسازه، آیا یک مرکب حیاتی است یا نه، و بعدا بالای خود اتم سدیم و کلورین یک جروبس مختصر و کوتاه میکنیم که دارای چی نوع خواص یا میباشه. متوجه تخته باشین، درسان شروع میشه. تعامل سدیم با کلورین. عنصر سدیم با کلورین تعامل نموده و در نتیجه مرکب سدیم کلوراید را قرار معادله ذیل تشکیل میدهد. یعنی تعامل سدیم که حالت جامد داره با کلورین که حالت گاز داره تعامل میکنه و مرکب سدیم کلوراید که شما این را میشناسید، در همه خانه ها، در هم فامیلا موجود است، این تشکیل میشه که حالت جامد دارا میباشه. خیر است، من این را بالای تخته نوشته میکنم. تعامل سدیم با کدام شکل پیدا میشه؟ شکل جامد. بسیار خوب، جمع کلورین. کلورین با کدام شکل است؟ با شکل گاز. وقتی که با هم تعامل میکنم تشکیل نمک سدیم کلوراید میکنم. سدیم جمع کلورین یا کلور تعامل میکنه و نمک سدیم کلوراید میسازه که حالت محلول آبی را چی؟ حالت جامد دارا میبره.
خب اینان ما شما یک کمی برای عنصر سدیم و کلورین صحبت میکنیم. البته فقط یک معلومات اضافی میباشه که من پیشکش شما میکنم. سدیم یک عنصر ذری میباشه، خوردنش امکان پذیر نمیباشه، زیرا با آب دهن و آب معده تعامل نمیده و القلی سدیم هایدروکساید را میسازه و هایدروژن و انرژی را آزاد میسازه. طبعا زمانی که شما اگر در لابراتوار کار میکنید، تا وقتی که استاد کیمیا برای شما در مورد مواد کیمیایی چیزی نمیگه، شما به هیچ صورت به هیچ چیزی دست نمیزنید. چرا؟ برای اینکه کار کردن با مواد کیمیایی واقعا خطرناک میباشه. اینا رو گفتیم زمانی که سدیم با آب حالت چی را داره؟ مایی را داره و این حالت جامده داره. زمانی که با هم تعامل میکنن القلی سدیم هایدروکساید را میسازه، NaOH، هایدروژن از اینجا آزاد میشه و یک مقدار انرژی هم تولید میشه که معمولا در کیمیا انرژی را و حرف ای نشان میدن. خب اگر مادلات توضیح کنید که ضروری نیست توضیح کنید، خب بازم گپ میزنیم. اینجا یک دفعه دو هایدروژن، اینجا دو هایدروژن، یک هایدروژن، سه هایدروژن، آب ضرب دو میکنیم، دو دو میشه چهار، دو اتم اینجا، یک اتم اینجا، القلی ضرب دو میکنیم، دو اتم، دو اتم، چهار اتم، دو اتم سدیم، سدیم هم ضرب دو میکنیم. یعنی زمانی که شما در لابراتوار می باشین به این صورت به سدیم دست نمیزنین و دستان بدنتان نمیزنین. به همین ترتیب کلورین نیز یک ماده ذری می باشه، تنفسش باعث حرکت انسان میشه، زیرا که در سیستم تنفسی تعامل زائد صورت میگیره. یعنی زمانی که شما اگر کلورین به دسترس می داشته باشین یا در لابراتوار می باشه، شما به این صورت او را استنشاق نمیکنین یا تنفس نمیکنین. چرا؟ تنفسش باعث حلاکت انسان میگرده و در سیستم تنفسی این تعامل صورت میگیره. یعنی کلورین کلورینی که حالت جامده داره، وقتی که امرای آب تعامل میکنه میسازه HClO، یک ماده کیمیایی امرای ماده کیمیایی دیگه HCl. این دالت معلول آبی میباشه و این هم دالت معلول آبی میباشه. این بیازو حالت مایره داره، یعنی کلورین با آب تعامل میکنه. هایپوکلورس اسید، و نام از این تیزاب نمک تشکیل میده. البته موجودیت تیزاب نمک و هایپوکلورس اسید در سیستم تنفسی سبب تخریب سیستم تنفسی میشه و باعث حلاکت انسان میشه. این موضوعاتی بود که ما بالای سدیم و کلورین امروز شما صحبت کردم. فقط یک معلومات اضافی بود و شما این را نمیخوانید، فقط صرف یک مختصر یا یک قسمت خلاصه از سدیم و کلورین بود که ما به دسترس شما قرار دادم. خب اینا به دوباره میاییم بالای تعامل سدیم با کلورین. زمانی که سدیم حالت جامد با کلورین که حالت گاز داره تعامل میکنه و در نتیجه نمک سدیم کلوراید که حالت جامد داره میسازه یا تولید میکنه، که البته همه شما به این آشنایی داره. خب اینا من میتونم که اینا میره
بر روی نمی مدل برتان توزیین کنم یا بر روی یک مدل دیگه توزیین کنم یا چارت بند کنم، گرچه بند کردن چارت یا نصب چارت هیچ کدام فایده نداره، خب بازم یک دفعه ایره بند میکنیم بر روی چارت اولی و یک مرور کوتاه بالاش میکنم و بعد مدل را بر شما توزیین میکنم. خب شاگردای عزیز ببینین، این مدل تعامل سودیم با کلورین بود که در نتیجه مرکب سودیم کلوراید تشکیل میشه. اینا در مدل فوق، یعنی در این مدل بیشترین تعداد اتم ها را کلورین دارا میباشه. ببینید به طرف چپ تعامل که به طرف چپ مدل قرار دار، در حالی که در طرف راست مدل تعداد اتم های کلورین در مرکب سودیم کلوراید یک اتم میباشه. بنابراین اگر به طرف راست معادله عدد دو را به سودیم کلوراید به شکل ضریب عمومی یا دپیش ریش نوشته کنیم، تعداد اتم های کلورین بر دو طرف معادله مساوی میگه. به شکل ببینید شاگرد عزیز، اگر ما برای از این معادله ببینیم بیشترین تعداد اتم ها را در اینجا کی داره؟ کلور داره، چون که به طرف چپ تعامل دو اتم کلورین و به طرف راست اتم به طرف راست تعامل دو اتم کلورین داریم. اینا لبرزی که توازن بین اتم های کلورینه به طرف چپ و به طرف راست معادله با هم مساوی کنیم، چی میکنیم؟ سودیم کلوراید ضرب دو میکنیم یا ضریب عمومی برای سودیم کلوراید نوشته میکنیم، دو NaCl. خب این یک مرحله اولش. اینا میبینیم که تعداد اتم های کلورین به طرف چپ و به طرف راست تعامل دو اتم شده، در حالی که تغییر در چی آمده؟ در اتم های سودیم. میبینید که به طرف چپ تعامل تعداد اتم های سودیم ما چند اتم؟ یک اتم. و به طرف راست تعامل تعداد اتم های سودیم چند اتم؟ دو اتم. از او خاطر برزی که تعداد اتم های سودیم هم به طرف چپ و به طرف راست معادله یا تعامل با هم مساوی شوند یا موازنه برقرار شوه، ما سودیم ضرب چند میکنیم؟ ضرب دو میکنیم. بیاین که رنگ سرخ بگیریم که خوب تر دیده شوه، این هم ضرب دو میکنیم. اناله اینجا هم یک دو نوشته میکنیم. وقتی که اینجا هم یک دو نوشته کردیم ببینیم دو اتم سودیم ما طرف چپ تعامل داریم، دو اتم سودیم طرف راست تعامل، دو اتم کلورین طرف چپ تعامل داریم و دو اتم کلورین طرف راست تعامل داریم، یعنی دو، اینی عدد دو هم به تعداد اتم های سودیم ضرب میشه و هم به تعداد اتم های کلور، یعنی ضریب عمومی میباشه. اینانه وقتی که این معادله رو میبینیم تعداد اتم های سودیم و کلورین مساوی شد، یعنی سودیم ما اینجا شد دو اتم، کلورین ما شد دو اتم. این طرف اگه ببینیم تعداد اتم های سودیم چند شد؟ یوم دو اتم شد. و تعداد اتم های کلور چند شد؟ بازم دو اتم. پس معادله ما چی شد؟ معادله ما توزیین شد. اینی بود درس امروزتان، یک درسک بسیار کوتاه و جالب که ما میتونیم این تعامل تا یک مرحله یا دو مرحله یا در خود معادله میره چی کنیم؟ این را توزیین کنیم یا موازنه را برقرار کنیم. خب آلی بازم من یک مرور کوتاه بالای امی درس براتون میکنم. میگیم سودیم از جمله فلزات میباشه که دارای خاصیت زهری میباشه، ما این را به طور مستقیم گرفته نمیتونیم، هرگاه ما این را به طور مستقیم یعنی بخوریم با خود داخل میده و با داخل میده ای تعامل میکنه، میده را تخریب میکنه و مرکب سودیم هایدروکساید میزنه و هیدروژن آزاد میذاره، که البته حتی امکان کوشش شوه از خوردن خود کلورین. به می شکل سودیم، به می شکل هرگاه ما و شما کلورین مد نظر بگیریم، کلورین هم گاز میباشه یا در طبیعت بالت گاز پیدا میشه، داره خاصیت ذری میباشه، زمانی که ما ای را به اصلا استنشاق میکنیم یا تنفس میکنیم بخارات داخل سیستم اما داخل سیستم ما میشه و سیستم تخریب میکنه،
سیستم تخریب میکنه و بالاخره باعث علاقت انسان میشه. از او خاطر از خوردن سدیم و از تنفس کردن کلورین ما باید جدا اجتناب کنیم. اینا نگفتیم هرگاه ما دوباره بیاییم بالای معادله تعامل سدیم با کلورین. این من خیلی یک دفعه پاک میکنم، دوباره نوشته میکنم برای که مکمل بالای موضوع مسلح شدیم. هرگاه سدیم که حالت جامده داره با کلورین دیره تعامل بتیم که حالت گازه داره تعامل میکنه و مرکب سدیم کلوراید میسازه. سدیم جمع کلورین تعامل میکنه و نمک سدیم کلوراید میسازه که خود نمک سدیم کلوراید یک ماده حیاتی میباشه و بدون موجودیت سدیم کلوراید زندگی امکان نداره. اینا هرگاه ما شما این را توزین کنیم میبینیم یک اتم سدیم این طرف داریم، یک اتم سدیم این طرف داریم، دو اتم کلورین اینجا داریم، یک اتم کلورین اینجا داریم. پس فوراً چی میکنیم؟ سدیم کلوراید ضرب دو میکنیم یا برای سدیم کلوراید ضریب عمومی میتیم دوره. اینا تعداد اتم های کلورین اینجا هم دو اتم شد و تعداد اتم های کلورین اینجا هم دو اتم شد. اینا تغییر به چی آمد؟ تغییر به سدیم آمد. اینجا داریم یک اتم سدیم در حالی که اینجا داریم چند اتم؟ چند اتم؟ دو اتم. بسیار خوب. پس ما چی میکنیم؟ سدیم از ضرب دو میکنیم. وقتی که سدیم از ضرب دو کردیم، دو اتم سدیم اینجا، دو اتم سدیم اینجا، دو اتم کلوریم اینجا، دو اتم کلوریم اینجا، پس معادله شد، معادله توزیع شد. به شکل شما میتونید که تعامل سدیم به همراه کلورین تا یک مرحله ای را توزیع کنیم. آره، من شما سوال میکنم، آیا شما میدونید که مرکب سدیم کلوراید از کدام عناصر ترکیب شده؟ کدام عناصر؟ از عناصر سدیم و کلورین. آیا خوردن و تنفس کردن سدیم و کلورین برای حیات انسان مضر تمام میشه یا مفید؟ بسیار خوب، شکیبا جان میگه مضر. بسیار خوب، نام خدا آفرین. خب، آره، نوبت کارخانگی میرسه. نوشته کنین، کتابچه و قلم حتما دارین. خب، سوال اول، مرکب سدیم کلوراید از کدام عناصر تشکیل گردیده است؟ مرکب سدیم کلوراید از کدام عناصر تشکیل گردیده است؟ سوال دوم، گاز کلورین دارای چه نوع خواص می باشد؟ گاز کلورین دارای چه نوع خواص می باشد؟ تا یک سطر یا دو سطر این را توضیح میدین و نوشته میکنین، چیزی که البته من امروز بر شما خوانده. سوال سوم، آیا نمک تام در زندگی ما رول عمده و مهم بازی میکنه یا نه؟ آیا نمک تام در زندگی ما رول عمده و مهم بازی میکنه یا نه؟ اگه بازی میکنه این میره توضیح بدین. و سوال دیگه، تعامل سدیم با کلورین نوشته و توزین کنید. تعامل سدیم را با کلورین نوشته و توزین کنید. اینی چهار سوالی بود که شما در خانه بالا زی فکر میکنین. امروز بالاش مکمل جذبه صورت گرفته و یارا سوالا را حل میکنین. خب، آیا کدوم سوالی ندارین؟ اگر سوال دارین طرح کنین. ندارین؟ درس به طور مفصل شنیدین؟ یاد گرفتین؟ بسیار خوب. تشکر از همراهیتان، روز خوش برتان میخوایم. با امید پیروزی ها و موفقیت های بیشتر شما، خدا حافظ و ناصرتان. روزتان خوش. خدا حافظ.